باشگاه مطبوعاتی اروپا امریکا میزبان شاهزاده رضا پهلوی برای انجام یک کنفرانس مطبوعاتی در برابر نمایندگان رسانه‌های فرانسوی و بین المللی است. Le régime actuel de monsieur Ahmadinejad ou du guide de la révolution islamique l'ayatollah Khamenei. در ابتدا کریستیان مالار مدیر باشگاه و همچنین روزنامه‌نگار کانال سوم دولتی فرانسه میگوید در این روزها بار دیگر حکومت ایران و آیت الله ها خبرسازند. بر کسی پوشیده نیست که حتی در مشکل فلسطین و اسرائیل بسیاری جمهوری اسلامی ایران را دردسرساز می‌دانند و سپس رو به شاهزاده رضا پهلوی میگوید آیا شما هم در صف براندازان قرار گرفته اید؟ Je voulais commencer par vous dire que hier soir j'ai vraiment pas très bien dormi. Car encore une fois, j'étais en tant qu'Iranien. شب گذشته بود که دیدم باز هم در حادثه‌ای دیگر، این بار ترور سفیر عربستان در واشنگتن، نام ایران به عنوان متهم برده می‌شود. لطفاً شما صاحبان رسانه چنین خبرهایی که اتهام زننده است به نام حکومت جمهوری اسلامی بدانید و نه ایران و مردم ایران. Cette troisième voie est celle que je vous propose depuis toujours et laquelle le peuple iranien. شاهزاده رضا پهلوی در جای دیگر خطاب به نیروی مسلح در ایران میگوید جنبش مردم به دلیل نبودن عدالت اجتماعی است. هموطنان خود را نشانه نگیرید. در فردای ایران برای هر یک از شما امکان خدمت به میهن و هم میهنان وجود خواهد داشت. در بخش پرسش و پاسخ خبرنگار فرانس ونکت میپرسد آینده جنبش را چگونه میبینید؟ پاسخ: با فشار کنونی انتظار بیشتری از مردم نمیشود داشت. هرالد تریبیون: نقش چین را چگونه تحلیل میکنید؟ پاسخ: رژیم با روابط اغراق شدهش میخواهد برخی دول را تقسیم و روبروی یکدیگر قرار دهد. از چینی ها بپرسید مردم ایران یا حکومت. درباره آقایان میرحسین موسوی و کروبی چه فکر میکنید؟ پاسخ: رژیم ایران نصیحتگویی دول دیگر را میکند اما خود صدای مردمش را نمیشنود. امروز روی فرد تکیه نمیکنیم. مردم نهایتاً خواسته های مشترکی با یکدیگر دارند. خبرگزاری فرانسه: بهار عرب چه تأثیر مثبتی بر خواسته های مردم ایران داشته است؟ پاسخ: به خودخواهی من معنا نکنید. مردم مصر گفتند تحت تأثیر جنبش مردم ایران به آزادی خواهی روی آوردند. ببینید ما نمی خواهیم به جای ما کاری کنید. به ما کمک کنید تا بتوانیم به خواسته هایمان برسیم. شاهزاده، به نظر شما مردم ایران آیا زیاده خواهی کردند که به خواسته هاشون نمی رسند؟ فکر نمی کنم مردم رو باستی مقصر شناخت، چون خواسته عمومی چیه؟ آزادی، برابری، حق حاکمیت هست. مسئله عمده نحوه هماهنگی بین نیروهای سیاسی هستند که میتونن روی یک طرح مشترک توافق داشته باشن برای هدف در اصل فراحزبی فرامسلکی. ما امروز داستانمون خلاصه میشه در یک حکومت مذهبی که تنها بدیل بهش میتونه یک نظام دموکراتیک غیر مذهبی باشه. شاهزاده، مدتی است متوجه این نکته شده ایم که بسیاری از جوانان ایرانی که سنشون کمتر از عمر حکومت جمهوری اسلامی است روز به روز به گفته ها و افکار شما نزدیک میشن. دلیل این نزدیکی رو چه میبینید؟ ببینید، من در تمام این سالها مسلماً باور این رو داشتم که شاید گذشت زمان باعث میشه که نسل جدیدتری پدیدار بشه، نسلی که خیلی از دغدغه های نسل قبلی رو به دنبال خودش یدک نمیکشه، با یک ذهنیت آینده نگری به آینده ایران فکر میکنه. هرچه باشه هر اتفاقی که در ایران بیفته اونها هستن که به ارث خواهند برد و نهایتا تصمیم نهایی به دست نسلی است که امروز در موقعیت تصمیم گیری نیست اما میخواد به یک موقعیت دخیل بودن و تصمیم گرفتن باشه. مسئله خیلی فراتر از اختلاف سلیقه های ایدئولوژیکی است. مسئله جستجوی یک شرایطی است که درش یک انگیزه و یک در واقع استفاده مشترک خواهند برد. محل و موضوع را در اختیار خبرنگاران دیگر و حاضر در محل گذاشتیم. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.